نفس زمستان به شماره افتاده و بهار لحظه لحظه نزدیکتر می شود و یک روز تا پایان سال بیشتر باقی نمانده. خیابان ها شیشه های شسته شده همراه با بازار داغ ماهی قرمز و سبز نشان دهنده نزدیک شدن نوروز است. آسگوش کن تقدیم می کند. بسیاری از کشورها مانند ایران، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، قزاقستان و آذربایجان نوروز را جشن می‌گیرند و در برخی کشورها این جشن یک جشن ملی محسوب می‌شود. آذربایجان. نوروز در جمهوری آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این جشن از سال 1991 در این کشور به جشن رسمی و ملی تبدیل شد. در آذربایجان درباره جشن نوروز افسانه‌های بسیاری وجود دارد. از جمله داستان سیاوش پسر کیکاووس که به کشور افراسیاب سفر می‌کند. افراسیاب از وی پذیرایی می کند و حتی دخترش را به عقد وی در می آورد. سیاوش به یاد سفرش به دیار افراسیاب دیوار بخارا را احداث می کند که این عمل به مزاق دشمنان خوش نمی آید و افراسیاب را علیه سیاوش می شورانند. افراسیاب تصمیم به قتل سیاوش می گیرد و بعد از کشته شدن سیاوش دستور می دهد جنازه اش را بر روی کنگره‌های دیوار بخارا قرار دهند. زرتشتیان جسد سیاوش را برداشته و در قدمتگاه دروازه شرقی دفن می‌کنند و در وصف سیاوش مرثیه‌های بسیاری گسترش می‌یابد. در همین مرثیه‌ها روز دفن سیاوش را زرتشتیبان نوروز می‌نامند. مردم آذربایجان نیز به مانند ایرانیان در روزهای قبل از بهار فعالیت‌هایی مانند خریدن لباس نو، خانه تکانی و غیره را انجام می‌دهند. اما در کشور آذربایجان پخت و سرو سمنو مهمترین رسم در هنگام نوروز است. نوروز در تاجیکستان. نوروز در میان مردم تاجیکستان عید ملی نیکان است که به مدت 3 روز برگزار می شود. کودکان تاجیکستان در روزهای قبل از عید نوروز با برگزاری مراسم گلگردانی به دیگران پیام نوروزی می رسانند. این مراسم یک هفته قبل از عید نوروز برگزار می شود. کودکان در این هفته با گلهای سیاه گوش یا بایچیچک که در دست دارند به هر منزل مسکونی نزدیک می شوند و با خواندن شعرهایی در وصف بهار به صاحبان آن منازل شاد باش می گویند. صاحب خانه به آنها مقداری گندم، نخود یا شیرینی اهدا می کند و در انتها کودکان محصولات جمع آوری شده را به منزل یکی از دوستان خود می‌برند و صاحب خانه نیز برای آنها غذای نوروزی آماده می‌کند. آتش پرک یکی دیگر از رسوم مردم تاجیکستان است که در روزهای قبل از عید نوروز انجام می‌شود. در این مراسم 3 مشعل از چوب درخت سرو روشن می‌شود و مردم به ویژه جوانان از روی شعله‌ها می‌پرند تا کینه و غم و درد خود را از بین ببرند. علاوه بر این رسوم، مردم تاجیکستان نیز به مانند مردم ایران
در روزهای قبل از عید نوروز به خانه تکانی مشغول می شوند تا سال جدید را با خانه ای مرتب و تمیز شروع کنند. در قزاقستان مردم قزاقستان بر این باورند که در این روز ستاره‌های آسمانی به نقطه ابتدایی می‌رسند و همه جا تازه می‌شود و روی زمین شادمانی برقرار می‌گردد. مردم قزاقستان نیز قبل از شروع سال نو خانه تکانی می‌کنند. آنها اعتقاد دارند که تمیز بودن خانه در آغاز سال نو باعث می شود افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند. در عید نوروز جوانان یک اسب سرکش را زین کرده و عروسکی که ساخته دست خودشان است با آویز زنگوله‌ای به گردنش در ساعت 3 صبح که ساعتی معین از شب قزاقی است رها نموده تا از این طریق مردم را بیدار نماید. عروسک در حقیقت نمادی از سال نو است که آمدن خود را سوار بر اسب به همه اعلام می کند. همچنین مردم قزاقستان با پختن غذایی به نام نوروز گوجه با زمستان و غذاهای زمستانی خداحافظی می کنند. نوروز در میان مردم قزاقستان بسیار مقدس است و اگر در این روز باران یا برف ببارد آن را به فال نیک می گیرند و معتقدند که سال خوبی خواهند داشت. نوروز در ترکمنستان. ترکمنستان پس از استقلال در سال 1991 جشن نوروز را به عنوان یک جشن ملی اعلام کرد. عید نوروز در واقع عید کشاورزان است که آذوقه مردم را تأمین می کنند. به همین جهت عید نوروز در میان کشاورزان با شکوه بیشتری برگزار می شود. طبق باور مردم ترکمن، روزی که جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی بر تخت سلطنت نشست، آن روز را نوروز نامید. ترکمنها با پختن غذاهایی مثل نوروز کجه، نوروز بامه، سمنی یا همان سمنو به شادی این روزها می افزایند. آنها شهرها را تزیین می کنند، شهرها را آب و جارو کرده و برای آمده شد مهمانها آماده می کنند. همچنین در مراکز عمومی به رقص، شادی و پایکوبی می پردازند و شادی خود را از آمدن بهار اعلام می دارند. برگزاری مراسم اسب دوانی در جای جای ترکمنستان از دیگر مراسم نوروزی در کشور ترکمنستان است. نوروز در ازبکستان. مردم ازبکستان نوروز را با خانه تکانی شروع می کنند. زنان و دختران وسایل خود را از خانه ها بیرون آورده و آنها را در آفتاب پهن می کنند تا بوی آفتاب نوروزی به خانه و کاشانه آنها دمیده شود. آنها از شیره گندم نورسته به طور دست جمعی و با سرود و ترانه سمنک های تنوری یعنی سمنو میپزند. گاهی در دیگ سمنک سنگ ریزه میریزند و اعتقاد دارند که این کار نشان دهنده مشکلاتی است که در زندگی با آن روبرو خواهند شد. مردم ازبکستان نیز برای عید نوروز سبزه میاندازند. مردم ازبکستان نوروز را با عبور لکلک ها تشخیص میدهند. در عید نوروز
ازبک‌ها جشن‌ها و نمایش‌های زنده خیابانی برپا می‌کنند و تقریباً از چند روز پیش از فرارسیدن نوروز در کوچه و خیابان‌های کشور ازبکستان فستیوال‌های رقص و آواز در خیابان‌ها شروع می‌شود. نوروز در افغانستان. نوروز از دیرباز در میان مردم افغانستان مرسوم بوده است. عید نوروز در بلخ و مرکز آن مزار شریف بسیار با شکوه برگزار می شود. در روزهای اول سال همه دشت‌های این منطقه پر از گل سرخ می شود. در اولین روز نوروز پرچمی که منسوب به امام علی است در مزار شریف و در کابل برافراشته می شود. افراشته شدن این پرچم به معنی شروع رسمی جشن نوروز است و تا 40 شبانه روز ادامه دارد. در این روزها نیازمندان و بیماران برای شفا در پای این علم مقدس به چله می نشینند. کشاورزان در افغانستان هم نقش مهمی در ایام نوروز دارند. آنها محصولاتشان را در معرض دید عموم قرار می دهند و به فروش می رسانند. در سالهای اخیر مسئولین رده بالای افغانستان هم از محصولات کشاورزی دیدن می کنند. این رسم بیشتر در شهرهای بزرگ به خصوص کابل رونق دارد. همچنین مردم افغانستان با نوعی آجیل که 7 میوه دارد و شامل پسته، فندق، کشمش و غیره می باشد از مهمانان خود پذیرایی می کنند. افغان‌ها هم مانند ایرانیان بر سر سفره هفت سینشان سمنو می‌گذارند و در نوروز آنها طی مراسم خاصی که دارند از صبح تا عصر به پختن سمنو می‌پردازند. نوروز در پاکستان. در پاکستان نوروز را عالم افروز یعنی روز تازه رسیده شده می نامند و بسیاری از گروه های دینی و اجتماعی پاکستانی در آغاز تقویم های خود چند صفحه ای را به توضیح و تفسیر و اهمیت و ارزش عید نوروز اختصاص می دهند. پاکستانی ها هم به مانند ایرانیان هنگام فرارسیدن نوروز به رفت و روب و خانه تکانی خانه های خود می پردازند. خرید و پوشیدن لباس‌های نو و رنگارنگ از دیگر رسوم مردم پاکستان است. مراسم سنتی مانند کشتی و اسب‌دوانی در پاکستان متداول است و مردم پاکستان هنگام فرارسیدن نوروز با خوراکی‌های شیرینی مانند حلوا، شیرینی، سوهان و شکلات آمدن نوروز را به یکدیگر نوید می‌دهند. نوروز در عراق. عراق یکی دیگر از کشورهای منطقه است که عید نوروز را جشن می‌گیرد. دولت عراق به مناسبت عید نوروز 5 روز تعطیل رسمی اعلام می‌کند. سابقه گرامی داشت عید نوروز در عراق به نخستین روز تأسیس حکومت کنونی این کشور برمی‌گردد. در زمان حکومت صدام با این که وی دشمنی سرسختانه‌ای با آیین‌های غیر عربی داشت مراسم عید نوروز برگزار می‌شد. با سقوط نظام بعث و تأسیس نظام جدید عراق نوروز اهمیت ویژه‌ای در این کشور پیدا کرد، به گونه‌ای که در نخستین روز بهار که مصادف با اول فروردین سال خورشیدی می‌شود
مقام‌های سیاسی این کشور عید نوروز را به ملت عراق تبریک می‌گویند. کردهای عراق در عید نوروز رسم دارند که اگر کسی در طول سال عزیزش را از دست داده باشد، در خانه می‌ماند و دوستان و اقوام او برای به اصطلاح ابلاغ جای عزیز از دست رفته به دیدنش می‌روند. ایزدی‌ها در عید تخم مرغ رنگ می‌کنند، زیرا شکل تخم مرغ شبیه زمین است و رنگ کردن آن به این معنی است که می‌خواهند دنیا به این رنگ‌ها باشد و باعث سبزی دشت و صحرا شود. رسم جالب دیگر آنها این است که صبح زود سال نو به دشت‌ها می‌روند و دست و روی خود را با قطرات شبنم شستشو می‌دهند و باور دارند که اگر کسی مریض باشد با این عمل بیماریش خوب می‌شود. زنها نیز نوعی نان به نام سوک میپزند. ایزدی‌ها نیز مانند کردها آیینی را به جا می آورند که به آن طواف یا گاهی جمی میگویند. گوش کن، محله‌ای برای همه.